محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی از دانشگاه پیتسبورگ با ما در ارتباط همراه شدند. خوش آمدید آقای ماشینچیان. ارزیابی شما چی از این موضوع کمبود منابع ارزی برای واردات که حتی مجلس همون رو تایید کرده؟ درود بر شما. بله، در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم به این موضوع اشاره شده که دخل و خرج دولت نمیخونه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی تناسبی با کسری بودجه و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نداره و برای اینکه دولت بتونه کسری بودجهش رو جبران کنه قیمت نفت باید 350 دلار بشه، در حالی که الان قیمت نفت بشکه 70 دلاره و جمهوری اسلامی داره با تخفیف‌های ویژه در حدود بشکه 50 دلار نفت میفروشه. لذا بحران منابع ارزی چه برای جبران کسری بودجه دولت و چه برای تخصیص ارز واردات جدیه. نتیجه این کمبود منابع ارزی این خواهد بود که از یک طرف تورم افزایش پیدا کنه و احتمال وقوع ابر تورم در سال جاری تقویت بشه، از طرف دیگه کنترل قیمت‌ها بیش از پیش از دست سیاست‌گذار خارج خواهد شد و متاسفانه باید منتظر موج بعدی افزایش قیمت‌ها باشیم. خب در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی ایران میاد از دلار زدایی صحبت میکنه، چقدر این موضوع امکان پذیر هستن برای جمهوری اسلام؟ دلار زدایی بیش از اون که یک تصمیم اقتصادی باشه یک تصمیم سیاسیه. در مورد ایران به طور خاص اگر هزینه و فایدهش رو بسنجیم، هزینه سنگینی به مردم و فعالان اقتصادی تحمیل میکنه برای تحقق یک رؤیای سیاسی و ایدئولوژیک، و حتی اگر با موفقیت اجرا بشه که با توجه به شرایط اقتصادی ایران تقریبا غیر ممکنه، باز هم هیچ منفعتی برای مردم ایران و فعالان اقتصادی نخواهد داشت. تصور سیاست‌گذار این است که با دلار زدایی مشکل افزایش قیمت دلار حل خواهد شد. تحلیل رئیس کل بانک مرکزی این است که تورم صرفاً نتیجه انتظارات تورمیه و سنجه‌های کلان اقتصادی وضعیت مناسبی دارند. منتها این یک تحلیل در بهترین حالت سطحی و غیر علمی و در بدترین حالت مغرضانه است. مشکل اقتصاد ایران وابستگیش به دلار نیست. مسئله وضعیت فاندامنتال های اقتصاد ایران و سقوط ارزش ریاله. حالا شما هر ارزی رو جایگزین دلار کنید، ارزش ریال در مقابل اون ارز هم با همین شدت به سقوط ادامه خواهد داد در شرایط فعلی. این رو هم در انتها اضافه میکنم که از نظر علم اقتصاد سیاست دلار زدایی هزینه مبادله رو بالا میبره، لذا به صورت غیر مستقیم سیاست دلار زدایی قیمت مصرف کننده رو برای شهروند ایرانی در نهایت بالاتر خواهد بود. منتها این موضوعیه که متاسفانه سیاست‌گذار نسبت بهش کاملا بی‌تفاوته. در عدد 30 ثانیه فرصت داریم، بحث تهاتر یا پیمان‌های پولی که به عنوان راهکار مطرح میشه چه تبعاتی داره برای اقتصاد؟ به طور کلی چون این سیاست این مطلوب و ایدئال به هیچ وجه نیست و معمولا از سر ناچاریه. در ایران همین سیاست به عنوان راه حل تحریم ها مطرح شده، یعنی ایده این است که عوض رسیدن به یک توافق با امریکا و تلاش برای لغو تحریم ها و داشتن ارتباط سیاسی و تجاری نرمال با دنیا، راهی پیدا کنیم که در شرایط تحریم با بقیه دنیا تجارت داشته باشیم. چیزی رو عملا حل نخواهد کرد، بیشتر جنبه یه مسکن موقت میتونه داشته باشه. سپاسگزارم محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد مرکز حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ همراه ما. متشکرم.